خاص ما. سلام، میسیز ریپورتر هستم. خیلی ممنونم که امروزم همراه ما هستید و ما رو میشنوید. عزیزان دلم، دوستای خاصمون، لطفاً ما رو بشنوید و ما رو سابسکرایب بفرمایید. امروز می‌خوایم راجع به سیگار کشیدن نامتعارف نازنین بیاتی قوقاب پایکرد با شما صحبت کنیم و البته یک بیوگرافی هم از ایشون به سمع و نظرتون برسونیم. لطفاً همراه ما باشید. نازنین بیاتی تصویری از پشت صحنه فیلم سینمایی زمستان بود به کارگردانی وحید پرشاد در صفحه اینستاگرامش منتشر نموده. نازنین بیاتی بازیگر جوان و خوش‌آتیه کشور به تازگی عکسی از خود در حال سیگار کشیدن در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت: فیلمبرداری فیلم سینمایی زمستان بود به کارگردانی وحید پرشاد از نیمه گذشت. بازیگران فیلم سینمایی زمستان بود عبارتند از نازنین بیاتی، الهام کردا، محمد امین با حضور افتخاری، رضا کیانیان و با معرفی شارمین علی محمدی، بازیگران زمستان بود هستند. خلاصه داستان فیلم سینمایی زمستان بود. وحید پرشاد آمده است: کاش قصه هممون تهش خوب باشه، قشنگ باشه، نه مثل جمعه دلگیر و تلخ. امروز برای من عین غروب جمعه بود، انگار زمستون بود. همچنین شهاب مهربان در مقام نویسنده، آرمان فیاض مدیر فیلم برداری، حسین بشاش صدا بردار، رضا بابایی مجری طرح و سید مهدی نریمانی مدیر تولید با این پروژه سینمایی همکاری دارند. دیگر عوامل زمستان بود عبارتند از دستیار یک کارگردان و برنامه ریز امید محمدی، طراح صحنه مجید یوسفی، طراح لباس گلاره دربندی، منشی صحنه رعنا بهروخ، طراح گریم محمد رضا قومی، عکاس فاطمه حسنوند، سرپرست کارگردانی مرضی زرتشت و دیگر عزیزانی که از عوامل پشت صحنه فیلم سینمایی زمستان بود هستند که بسیار بسیار زیاد زحمت هم می کشن. اما بشنویم از بیوگرافی خانم نازنین بیاتی. نازنین بیاتی دانش آموخته رشته تئاتر از دانشگاه آزاد اسلامی تونکابون است. نازنین بیاتی در نخستین حضور سینمایی خود در فیلم دربند درخشید و نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن از 31مین دوره جشنواره فیلم فجر و در همه پرسی از نویسندگان و منتقدان به عنوان بهترین بازیگر نقش اول زن از 7مین جشنواره منتقدین سینما انتخاب شد. همچنین برای بازی در سریال نمایش خانگی گلشیفته موفق به دریافت تندیس بهترین بازیگر زن کمدی از 19مین دوره جشن حافظ شد.
نازنین بیاتی در سریال تلویزیونی عروسکی شکرستان به عنوان طراح صحنه، طراح لباس و صداپیشه شخصیت‌های رویا و پیشگو با حسن رادفر حضور یافته. ماجرای خبر فوت اشتباه نازنین بیاتی امسال در حین پخش مجموعه گلشیفته و در گذشت سورنا قزنفری بازیگر این مجموعه، وقتی صفحه رسمی سریال گلشیفته برای اطلاع رسانی از خبر فوت این بازیگر عکسی سه نفره تصویر پایین یا تصاویری که در این پست می‌بینید را منتشر می‌کند، بسیاری از خبرگزاری‌ها عکسی ناواضح از نازنین بیاتی را به اشتباه به جای عکس سورنا قزنفری درج کردند. از علاقه‌مندی‌های نازنین بیاتی تماشای فیلم در سینما و او دیدن همه ژانر فیلمی را دوست دارد اما طنز را کمتر دوست دارد. شباهت او به ترانه علی دوستی. بسیاری از مردم ابراز می‌کنند که نازنین بیاتی با بازیگر توانمند کشورمان ترانه علی دوستی شباهت زیادی داره. که نازنین بیاتی از شبیه بودن به ترانه علی دوستی ابراز خوشحالی می‌کنه و ایشون رو یکی از بهترین بازیگران سینمای ایران می‌دونه. شخصیت درونی نازنین بیاتی، نازنین بیاتی فردی بسیار پر انرژی، عجول و در جمع دوستان بسیار شاده و در کل شخصیت برونگرایی داره و دوست داره به عنوان چیزی و دوست داره به آن چیزی که میخواد خیلی زود برسه، چیزی که همه ما دوست داریم. نازنین بیاتی علاقه زیادی به بازی خسرو شکیبایی داره و زمانی که راهنمایی بوده یک بار استاد شکیبایی رو سر صحنه فیلم برداری دیده و از همون زمان آرزوی بازی با ایشون رو داشته. نازنین بیاتی بازی با مرحوم شکیبایی رو یکی از حسرت‌های زندگیش میدونه. نازنین آرزو داره که هیچ آدمی حسرت چیزی رو در دلش نداشته باشه. اون در برنامه خندوانه گفت مادر بزرگ من یه روز صبح به منزل ما زنگ زد و میخواست با من صحبت کنه، اما من به مامانم گفتم که من کار دارم و نمیتونم و همون شب مامان بزرگم از دنیا رفت و حسرت شنیدن صداش برای همیشه به دل من موند. در یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود که مردم جلوه ای از من رو دیدن که جدی و معصومه، در حالی که خودم اهل شیطنت و شوخی هستم. دوست داریم بیشتر از این جنبه شخصیتیت مطلع بشیم. من در کل آدم پر انرژی هستم و اگه قرار باشه کاری انجام بدم خیلی دوست دارم به اون چیزی که میخوام خیلی زود برسم. مثلا وقتی دارم نقاشی میکشم دوست دارم زود تموم بشه، حتی اگه لازم باشه 24 ساعت پای اون میشینم تا انجامش بدم. ولی اصولا در نقشایی که پیشنهاد داشتم یا بازی کردم این ویژگی کمتر دیده شده. در رابطه با دوستانم در بعضی از شرایط این عجول بودن و تونتون رفتار کردن هست، اما در بعضی جمع‌ها تا کمی احساس امنیت یا راحتی نکنم تبدیل به یک آدم آرام می شوم. به طور کلی بستگی به شرایطی داره که در اون قرار می گیرم. نازنین آدم شوخی هستی یا نه؟ در جواب این سوال به ما گفتن که تا حدودی شوخ هستم. خب عزیزان دلم، عزیزان جانم، آرزوی موفقیت داریم برای همه هنرمندانمون، برای همه مردم عزیز کشورمون. فراموش نکنید کلی دوستتون داریم. لطفاً برای ما کامنت بذارین، بهمون انرژی مثبت بدین. ما به تک تک کامنتاتون نگاه میکنیم، دقت میکنیم، به حرفتون خیلی خیلی گوش میدیم. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید، تو یوتیوب، اینستاگرام و فیسبوک هم همراه ما باشین. فراموش نکنید که کلی دوستتون داریم. مراقب خودتون و البته دلای مهربونتون باشین. فراموش نکنید، بازم میگم دوستتون داریم. سابسکرایب فراموش نشه.